1. آخوند حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت رژیم یک بار درباره دوره تعلیق غنی‌سازی گفت: ما وقتی تعلیق را پذیرفتیم اصلا یو اف 6 در اختیار نداشتیم که بخواهیم آن را غنی‌سازی کنیم. ما تعلیق داوطلبانه و موقت را به این دلیل پذیرفتیم که با تعلیق موقت یک بخش و آرام کردن فضای بین المللی بقیه زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور را تکمیل کنیم. سال 82 زمانی بود که آمریکا بر افغانستان و عراق پیروز شده و در اندیشه حمله به ایران بود. ناگهان با کشف مسئله نطنز و سپس آلودگی سطح بالا به وسیله آژانس سر و صدای زیادی ایجاد شد. تمام تلاش این بود که پرونده ما را به شورای امنیت بفرستند و بلافاصله تحریم و سپس حمله نظامی را شروع کنند. تمام اقتصاد کشور قفل و نفسها در سینه ها حبس شده بود. آن زمان تمام دنیا از آمریکا و اسرائیل گرفته تا تمام کشورهای اروپایی همه ما را به فعالیت مخفیانه برای ساخت بمب اتمی متهم می کردند. در آن شرایط ما تهدیدات را رد کردیم و پرونده را از پشت در شورای امنیت به شورای حکام بازگرداندیم. در همین فضا اصفهان را کامل و یو اف 6 را تولید کردیم. ما در آن مقطع تازه داشتیم اصفهان را می ساختیم. در فضای تعلیق بود که اصفهان کامل و تأسیسات آب سنگین عراق ساخته شد. در همین فضای تعلیق نطنز را کامل کردیم. 2. آخوند روحانی همچنین تأکید کرد در بحث هسته‌ای توانمندی در چرخه سوخت تقریبا مساوی است با توانمندی یک کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای در زمانی که اراده سیاسی آن کشور بر آن تعلق بگیرد. 3. پس از انتشار این اظهارات یک مهره امنیتی رژیم به نام علیرضا اکبری مدیر مؤسسه راهبردی به شدت به روحانی اعتراض کرد و نوشت که او با افشای اطلاعات دارای طبقه بندی خاص که از جمله اطلاعات امنیت ملی محسوب می شود آرایش دیپلماتیک ایران را به هم ریخت و خود را تطهیر نموده و غسل تعمید داده است، چرا که دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی اذعان می کند که ایران فعالیت هایی داشته که از آژانس مخفی نگه داشته که در ادبیات حقوقی آژانس به آن جلوگیری از دسترسی میگویند و این یکی از تخلفاتی است که می توانند کشوری را به خاطر آن به شورای امنیت ارجاع کنند. علیرضا اکبری همچنین خاطر نشان کرد که پس از افشاگری مقاومت ایران در باره نطنز ابتدا محمد البرادعی نامه خطاب به ایران نوشت و به استناد اظهارات منافقین خواست که ایران اعلام کند که آیا فعالیت‌های مخفی هسته‌ای دارد و اقداماتی را از آژانس پنهان نگه داشته است. 4. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به صراحت می‌گوید که رژیم از قبل دستن در کار ساختن بمب اتمی بوده، اما در پاییز 2003 آن را به خاطر بازرسی و فشارهای بین المللی قطع کرده و در حال حاضر بمب اتمی ندارد. اگر هم ساختن بمب را امروز شروع کند و کارش بدون مانع پیش برود، دست کم 2 سال طول می کشد تا به بمب اتمی برسد. اما دیرترین زمان تخمینی سال 2015 میلادی خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه رژیم کماکان ظرف و ظرفیت و ساختار و شعار اتمی را حفظ کرده و طبق نظر کارشناسان حرفه‌ای زمانی که به اورانیوم غنی شده بالای 90% برسد در 45 روز می تواند با آن بمب بسازد. 5. اما در پاییز 2003 به دنبال افشای مرکز شیان در لویزان
از سوی مقاومت ایران، رژیم از ترس بازرسی با شتاب بسیار این مرکز را به کلی منهدم کرد. عکس‌های هوایی قبل و بعد از انهدام این مرکز بسیار گویاست. این همان جاست که بعداً بازرسان از روی آثار باقی مانده به بسیاری چیزها پی بردند. واضح است که از همین زمان رژیم دست و پایش را جمع کرده و با پراکنده سازی و اختفای هرچه بیشتر یا حتی با محدود کردن و کنار گذاشتن کارهایی مانند ساختن کلاهک‌های اتمی به غایت تلاش کرده است دم به تله ندهد. شش، کمتر کسی تردید دارد که این رژیم از فریبکاری و فعالیت پنهان برای دست یابی به سلاح اتمی دست شسته و توبه کرده باشد. رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش گفت که این رژیم کماکان خطرناک بوده و هست و خواهد بود و دیروز هم تأکید کرد این گزارش وقتی که آن را به طور دقیق بخوانید میگوید ایران تهدید بوده است، ایران اکنون هم یک تهدید علیه صلح است و اگر ما نتوانیم غنی‌سازی آنها را متوقف کنیم تهدید علیه صلح خواهد بود، زیرا برنامه تسلیحات اتمی سه جزء دارد. جزء اول داشتن مواد لازم برای تولید بمب است. این قسمت از برنامه رژیم ایران به رغم اینکه اکثر جهان به آنها گفتند غنی سازی خود را متوقف کنید هنوز فعال است. توانمندی برای بکارگیری این مواد در تولید سلاح، به عبارت دیگر اینکه آن را به صورتی درآوریم که منتجر شود. این قسمت دیگری از برنامه است که جامعه اطلاعاتی تصور می‌کند قبلا در ایران وجود داشت و فعال بود ولی متوقف شده است. و سرانجام برای اینکه بتوان گفت به قدرتی مجهز به تسلیحات هسته‌ای تبدیل شده اید، باید بتوانید این بمب را با موشک هم کنید. آنها زمان زیادی برای آزمایش‌های موشکی خود صرف کردند. بنابراین دو جزء از سه جزء ضروری برای اینکه بتوانند به یک نیروی هسته‌ای با بمب اتمی تبدیل شوند وجود دارد و فعال است. هفت، با این همه بسیاری تحلیلگران میگویند که برآورد جامعه اطلاعاتی در هر حال فیوز راه حل جنگ خارجی با رژیم ایران را بیرون کشیده و هدف سیاسی این نحوه نگارش گزارش اطلاعاتی در سال رقابت‌های انتخاباتی آمریکا نیز همین بوده است. ما از پسرفت راه حل جنگ خارجی با رژیم آخوندی به غایت استقبال می‌کنیم، به خصوص که دود و دم صلح و سازش با فاشیسم دینی با دستاویز جنگ را هم فرو می‌نشاند. از این پیشتر هم گفته بودیم